در نزدیک به 100 سال گذشته افغانستان 10 قانون اساسی داشته است. بیشتر این قوانین اما عمر دراز نداشتند. اما اصول اساسی افغانستان که در دوره نادرخان نافذ شد بیش از 30 سال عمر کرد. واپسین قانون اساسی افغانستان قانون اساسی کنونی است. قانونی که امسال 17 ساله شد. و نگرانی های وجود دارند که مبادا قربانی صلح شود. قانون اساسی کنونی افغانستان چگونه قانونی است؟ نقیصه هایش کدام ها هستند و ویژگی هایش چیستند؟ آیا قانون اساسی کنونی افغانستان پاسخگوی افغانستان امروز است؟ به نام خدا و درود بر شما، به محور امشب که ویژه همین مسائل است خوش آمدید. آقایان نصرالله استانکزی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل، آقای غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و محمد عارف حافظ، منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مهمانانم در این بحث هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه. آقای استانکزی، با شما آغاز بکنیم. از سال 1301 به این طرف نزدیک به 100 سال میشه. افغانستان از رهگذر قانون مداری و قانون اساسی سازی چگونه یک مسیری را پیموده و تا اینجا رسیدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه تا بزرگوار و با تقدیم سلام برای بیننده‌های عزیز، اول افغانستان یک به اجازه تان آقای امینی، ما 8 قانون اساسی را تجربه کردیم در 100 سال گذشته. افغانستان تاریخ قانونگذاریش یا قانونسازی افغانستان اساساً شکل ابتداییش از زمان امیر شیرعلی خان شروع میشه. دو دلیلی بسیار عمده داره. از یک طرف تاثیرات انقلاب صنعتی میآید بر افغانستان و نیاز از این بوده که قواعد تکنیکی در صاحب میان بیاید، و از طرف دیگه نظریات و افکار علامه سید جمال الدین افغان که او بر دولت قانون مدار و متکی به حاکمیت قانون افکارش و بر مشروطیت افکارش تمرکز داده. بران ما اولین بار برخی اسناد تکنیر دوران امیر شیرعلی خان میبینیم، به تعقیبش دوران امیر عبدالرحمن خان برخی قواعد حقوقی و یا قوانین میبینیم، البته برام قانونی بعدا در دوران امیر عبدالله خان و بالاخره دوره معاصرش که شما بر اشاره دارین زمان شاه امان الله هست، که قانونگذاری در افغانستان در چند مرحله میتونه از لحاظ مورد مطالعه قرار بگیره. یکی از لحاظ شکلی و محتوایی از او است که شامل سه مرحله میشه. یک مرحله ما مرحله نظام نماها را داریم که در دوران شاه امان الله خان است. دوره اصول نماها را داریم که با قدرت رسیدن نادر خان شروع میشه و الا سال 1342 که دیگه ما صاحب جریده رسمی میشیم و صاحب قوانین میشیم و به اصطلاح قوانین و سایر اسناد تکنیر میاریم که تا امروز دوام داره. درست. اما از نظر ماهیوی اگر بگیریم ارتباط سوال شما که چقدر تاثیرگذار بوده، بخصوص در مورد قوانین اساسی ما با سه دسته قوانین اساسی برمیخوریم. بازم درست. پیش از این صحبت شما را قطع کنم استاد، ببخشین، امی بخش شکلیاتی که شما گفتین تفاوت نام ها بوده، مثلا شاهنامه بعد اصول نامه یا نظام نامه. در درون ما مرحله های گوناگون داشتیم. عرضم ایست که اساسا مثلا ما اصطلاح نظام نامه را معادل قانون داریم. یا اصول نامه را معادل قانون داریم. از سال 1342 به بعد من چون نسبت کمی وقت نمیخوام که بحث کنم که چرا ما نظام نامه را به کار بردیم یا چرا اصول نامه را به کار بردن در زمان، اما معادل قانون به کار رفته. مثلا نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان در زمان امان الله خان، یا مثلا اصول نامه اساسی دوره نادر خان. پس 4 تا نام داشتیم. شاهنامه، اصول شاه نامه نه. نداشتیم. نظام نامه، 3 تا نام. اصول نامه و قانون. قانونی اساسی که حالا داریم. یک چیز دیگه هم در این جریان قانونگذاری ما برای قانون اساسی ما نام برده شده که زمان کارمل از سال 1359 به نام اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان. درست. که او در حقیقت خانون گفته خودش هم قانون اساسی موقت بود الا تدبیر لوی جرگه، که باز هیچ وقت هم لوی جرگه دایر نشد مگر اینکه در زمان دکتر نجیب الله مجددا دایر شد. اگه اجازه باشه من روی ماهیت بریم. روی ماهیتش میرم.
قوانین اساسی افغانستان سوال عمدیش ایست که چرا زود زود بله. تغییر کرده تعدیل شد، ملغا شد. حتی ما نمی دوره 100 سال تقریبا 15 سال از این هیچ فاقد قانون اساسی بودیم. مثلا یک مرحله در دوره کودتای داوود خان با وجودی که داوود خان در فرمان خود میاره کنه حقوق اساسی اعتبار از قانون 1343 میگیره، اما به هر صورت خلای قانون اساسی وجود داشته. بعد از که حزب دموکراتیک خلق میآید یک مرحله دوجه، بعد از که مجاهدین میآید و بعد از که طالبان میآید، ما در این مقاطع اصلا قانون اساسی نداشتیم. چیز ما هم قانون اساسی نداریم، اما به هر صورت چرا مثلا در 100 سال ما صاحب 8 قانون هستیم؟ یکی از دلایلش است که متاسفانه بعضی اوقات این قوانین ما مطلقاً یا ایدئولوژیک بوده یا کپی شده. و یکی از دلایلی که ما این قوانین خوبم تطبیق کرده نتونستیم این بوده. یک دلیل دومش از نظر ماهیوی بوده که قانون مطابق به نیازهای ما به شمول قانون اساسی موجود افغانستان و بدون در نظر داشت واقعیت‌های مسلم جامعه ما وضع شده. مثلا شما در این قانون اساسی موجود افغانستان 7 نوع انتخابات پیش بینی کردید. بله، اگر اجازه بدین بدتر بیایم روی این قانون فعلی درست است. بله. یا ایدئولوژیک بوده بله. یا ایست که واقعا مطابق نیازهای زمان ما وضع نشده و یا ایست که وضع سیاسی تاثیرگذار بوده اما برای سیاست ساخته شده بله. برای سیاست مدار ساخته شده. یک چیزی که ما 100 سال میشه گم کردیم و این بوده که بحث حاکمیت قانون است. با حاکمیت قانون تا زمان نمیاد که سیاست تعقیب کنه قانونه، در حالی که متاسفانه قانون برای سیاست میسازن، باید قانون برای سیاست سجده کنه بله. و سیاست مدار هم وارد دلش خواست قانون نقص میکنه، قانون مشکنانه، قانون به زمین خودش و تا امروز این مرحله ادامه داره متاسفانه. سپاسگزار آقای استانگزای. البته این 10 قانونی که من در اول گفتم، آقای سرور دانش هم قانون اساسی را در تدوینش، تصویبش و نوشتنش نقش داشته. اونا گفتن که با تعدیلاتی که در میان بوده 10 تا قانون اساسی داشته افغانستان در نزدیک به در می 100 سال بله. اورا دو قانون دیگر هم شاید ایشان بگه که قانون نشده. دو مسوده هست. یک مسوده در زمان حکومت حفیظ الله امین سرش کار شده و مسوده دیگر دولت استاد ربانی به نام اصول اساسی دولت اسلامی که نافذ نشد و به قانون مبدل نشد. در موالت درفت و مسوده شما اگر منظور شانو باشد درست. سپاسگزار آقای ناصری. این بخش خب شکلیاتون دو سه تا نام داشتیم، یک نام هم دوران آقای کارمل آمده، اوش به کنار. از لحاظ محتوایی مهم است که بدانیم چرا قانونهایی که در افغانستان ساخته شده در این نزدیک به یک قرن عمرشان دراز نبوده، زود تبدیل شدن، تعدیل شدن یا تغییرات آمده یا لغو شدن و قانون های تازه به میان آمده. آیا برگرفته از ایست که دور از واقعیت های جامعه بوده؟ آیا برگرفته از ایست که سلیقه‌ای ساخته شدن و به خواست و علاقه سیاستگرا بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی، مهمانان عالی قدر، استاد صاحب حافظ و همینطوری استاد صاحب استانگزی و همکاران محترم تکنیکی و تمام بینندگان محترم شبکه، بدون تردید از لحاظ بحث ماهوبی و ماهیتی عمدترین دلیلی که برای اصول نامه یا قانون یا هر نام دیگه که گذاشته شده چند تا، یعنی دو تا فاکتور عمده به نظر ما نقش داشت. بله. یک که بخشش را استاد صاحب استانگزی بیان فرمودن، قوانین برای توجیه عملکرد زمامداران حاکمان بوده است تا برای انکشاف جامعه و ناظر بر اعمال مردم و بسط و توسعه حکومتداری و نظامداری در مملکت. بله. این یکی از فاکتورهای شاخصی کوتاهی عمری یک قوانین بوده. مسئله دوم او عبارت از ایست که منبع قانونگذاری با کمال تأسف یک منبع مشروع نبوده. به این معنا منبع قانون، فرضاً قانون اساسی، لوی جرگه قانون اساسی بعد از تصویبش آمدن به او رأی دادن. خب در او زمان ها چی کار میکردن؟ طبق سلیقه زمامداران و کسانی که بر سر قدرت و حرکه پاور و اینا قرار داشتن، کسان را جمع میکردن و
یک مسوده را پیش میکشیدن و بعد نظر میدادن و بعد او در زمان تطبیق و اجرایی هم در داخل افغانستان و هم در عملکرد حکومت نسبت به اصطلاح کشورها روابطش به معنای عام روابطش با کشورهای خارجی و دوستان افغانستان دوچار مشکل میشدن. یعنی مجراهایی که امروز ما داریم قانونیست و اصولیست اینا تعیین نشدن. درست. همین دو تا فاکتور خدمت بکنم که در این قسمت او چیزی که به اصطلاح با مطالعه و مروری از زمانهای گذشته و ممتد و طولانی تا به اینجا بنابر قول جناب عالی که در 100 سالی اخیر قضیه اتفاق افتاده، این دو تا فاکتوری عمده بوده و دیگر بعضی مسائل های جزئی و خردریز دیگر هم وجود داشته که او من معتقد هستم که به مسابه این دو تا فاکتور عامل نمیتونه و افغانستان نقص کرده. آقای ناصری فکر میکنین با تغییر و تعدیل و لغو این قوانین یا نه؟ خیر، چون میگن خب قانون باید مطابق زمان باشه، در هر زمان قانون تازه ساخته شود و معیارها در نظر گرفته شود، نقص کرده که قوانین تازه آمد یا نه خیر سود برده؟ او خب به شکل چارچوب کلیشی به اصطلاح مقتضای زمان بس. یک بحثی هست هم در تاریخ هم در فلسفه هم در کلام خدمت بکنیم که به اصطلاح مقتضیات زمان میگیم. مقتضیات زمان منطبق با شرایط زمانی و مکان پیشرفت ها و به اصطلاح انکشافاتی که با وجود میای مسلمه که بازو خودش به عنوان یک فرایند جهشی ایجاب میکنه تا قوانین جدید ساخته شود. سپاسگزار. آخوی حافظ، دید شما چی است؟ چرا ما چون این گسستی داشتیم در مسئله قانونگذاری و قانونمداری در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه هفته تجلیل از قانون اساسی افغانستان، از تصویب قانون اساسی افغانستان را به همه ملت و به شما تبریک میگویم. 14 جدی سال 1382 قانون اساسی فعلی افغانستان تصویب شد که تا به حال نافذ است. بله. و ما در این هفته، هفته تجلیل از تصویب قانون اساسی داریم و یک دستاورد بزرگ است. البته یک نکته به تایید گپ استاد و به تایید گپ ناصری صاحب، یک نکته را من اضافه میکنم که همیشه منبع قوانین اساسی در افغانستان لوی جرگاه ها بود. مثلا در سال 1301 لوی جرگه ننگرهار دایر شد، در سال 1310 لوی جرگه باز هم لوی جرگه دایر شد، سال 1343 لوی جرگه بود، در لهمان بود، ننگرهار بود. بله، هرگاه که ما قانون اساسی را در کشور به وجود آمد، در اون مقطع تاریخی لوی جرگه به وجود آمد. حالا ببینیم که نماینده های لوی جرگه کیا بودن، نحوه انتخابشان چگونه بود و اینها چگونه قوانین اساسی را قواعد طرح‌ریزی کردن، اصل گپ در اینجا است که او شخصیت هایی که در لوی جرگه ها اشتراک کرده بودند، آیا درایت علمی که هم از دیدگاه شرعی و هم از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان آگاه بوده باشند بودن یا خیر، و آیا گزینه این وکیلا نبودن به زمامدارای وقت یا مثلا گزینش یا چگونه بود و این وابستگیشان و غیر وابستگیشان تا چه حد بود. این نکته هست که قوانین اساسی افغانستان در طول تاریخ متزلزل ساخته و قواعد ما به وجود ناوردیم که او قواعد این دوامش تداوم پیدا بکنه تا یک وقتی را که بر رویت او قواعد همیشه وقت افغانستان جهت پیدا کنه. اساسا پالیسی ها و خطوط اساسی هر کشور باید در قوانین اساسیش انعکاس پیدا بکنه که قوانین اساسی که به وجود آمده همیش از چون که منبع متناقض بود، همیش خطوط اساسی هم متناقض بودی، منجر به این شد که یکی از باورایی است که اینمی مسائل افغانستان را به عقب نگه داشت، به جلو سمت و سو نداد. این میتونه که به واقعیت نزدیک باشه یا خیر آقای حافظ؟ یقینا وقتی قانون اساسی در یک کشور به وجود می آید و او قواعد و معیارهای ملی و کشور نداشته باشه، طبعا تناقضات و تضاد و تصادم به وجود می آره. وقتی که تضاد و تصادم به وجود می بیاید، هم از لحاظ اجتماعی و هم از هر لحاظ کشور عقب نگاه می کند. به طور مثال یک مثال اگر بدیم، بفرمایید. زمانی که
در یک قانون سیستم اداری یا سیستم حقوقی طوری نباشد که جوابگوی و جامعه بوده باشد، در اینجا سبوتاژ اداری و سبوتاژ اجتماعی. امروز یکی از انتقادها بر قانون اساسی فعلی افغانستان همین مسئله اداره و اداره‌داری است و متمرکزیت یا متمرکز بودن نظام. بر صورت تاریخچه قانون اساسی همین است که گفته شد. آقای استانگزی اگر چیزی میخواین اضافه کنین برای خوب دغیر از بیایم روی 17 سال گذشته یا 20 سال گذشته. من چیزی فقط اضافه میکنم مدام صحبت‌های دوستا و میگه پای پیشتر خودم که شما ببینین ما یک مقطع تاریخ کشور خود بر مبنی قوانین اساسی ما تعقیب کرده ایدئولوژی ها را. در قانون سال 1355 دوران داوود خان در لوی جرگه سال 1355 صریح اظهار میکنه که ما اقتصاد سوسیالیستی میخوریم و یک فصل هست او. یا مثلا شما وقتی اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان رو میبینید که از سال 59 تا سال 1366 نافذ بوده، مطلق مفاهیم فلسفه مارکسیسم اقتصاد مارکسیسم برای نمی توی کشور ارائه میکنن. پس قوانین پیروی سیاست بوده. ببینید جدا از که پیروی سیاست هستن اصلا با واقعیت های ما تطابق نداشته. یکی از عوامل بی‌ثباتی که ما تا حال از اورنگ میبریم قانون اساسی است و زمانی که در کشور قانون ثبات آورده نتانه طبیعتا انکشاف خوب و توسعه را به هیچ وجه آورده نمیتانه. به این اساس متاسفانه یک دوره هم قوانین ما ایدئولوژیک بوده و یا مثلا آن بحث ایدئولوژیک شدن قانون اساسی افغانستان یک بار دیگه مطرح شده. بله نگرانی وجود داره. تمام از این بحثایی است که این مشکل قانون اساسی را و قانون مداری را و حاکمیت قانون صدمه زده در افغانستان. بیایم روی قانون اساسی فعلی که 17 ساله شده و در دوره تازه افغانستان به تصویب رسیده. آقای استانگزی، باورهایی است که قانون اساسی سال 1343 دوره ظاهرشاه یکی از بهترین قوانین اساسی در امی نزدیک به 100 سال گذشته بوده. پس از او بهترین قانون اساسی که افغانستان داشته به قانون اساسی فعلی است. باور دارین شما؟ اول خب ما باور میست که حکم کردن مطلق بر قانون که فلان قانون هیچ خلا نداره این ممکن نیست. از نظر عقاید ما درست. قانون کامل به استثناء است قانون الهی، دیگه قانون کامل نیست. ادعا دومی دیگه ما عرض کردم که قانون باید ثبات بیاره. این شک نیست که قانون اساسی سال 1343 دوران ظاهرشاه تفکیک قوا را بسیار مقبول ترسیم کرد. شاه به اصطلاح صلاحیت های خود را تفویض کرد به قوای سگانه دیگه، بخصوص به قوه اجرایه و حکومت. ارزش های دموکراتیک آورد، مسجل ساخت. اما متوجه هستین که این ارزش های فصل حقوق و وجایب مردم در قانون اساسی سال 1343 خیلی ها لیبرال بوده که بخشش میراث مان به داوود خان که داوود خان محکم ضدش عمل کرد. به چی مانا؟ به این مانا که مثلا در قانون سال 1343 تعدد احزاب قبول میشه، در حالی که در قانون اساسی داوود خان حزب واحد انقلاب ملی قبول میشه، دیگه احزاب اصلا برسمت نمیشوزن و پارلمان مثلا میگه که 50% اعضای پارلمان باید از جمله زحمتکشان، کارگران و دهقانان باشه و وار او را حزب انقلاب ملی باید معرفی کرده باشه. یا مثلا داوود خان در حالی که در قانون 43 شاه صلاحیت انحلال پارلمان را نداره، در حالی که در قانون اساسی سال 55 داوود خان رئیس جمهور صلاحیت انحلال سره پارلمان داره. بنان بازی زمین تا آسمان است. به تعقیب از قانون اساسی دیگه که اصول اساسی زمان کارمل است، این به شدت مقایسه اگر قانون فعلی نه. فصل دوم قانون اساسی افغانستان بسیار تفاوت با قانون سال 1343 نداره. وجایب اطباع درست. این زیاد تفاوت نداره با قانون سال 1343.
بحث تفکیک قوا زیاد تفاوت ندارم، مخصوص بحث قوی قضایه بسیار مشابهت داره با با امو. یا مثلا حتی اصطلاحات درست منشیست، منشیست که بیاییم که جرم توضیح بتیم که همین قانون اساسی را قاضی سباره و از مکنه خوبتر میفهند چون روزوی کمیسیون هستن سابقه شما باید خوبتر توضیح بتن. باید داشته باشین که در کنفرانس بن درست فصل حقوق و جایب ادباع قانون سال 43 قبول میشه. با الهام از او یک دوره انتقالی هم باز چیزها باید به میان آمد که متاسفانه دولت انتقالی افغانستان را نکده. مثلا در دوره انتقالی باید یک پارلمان موقت به نام ملی جرگه میامد که لوی جرگه استراری رو باید به میان میارد که متاسفانه ناورد. الهام گرفته از بن و از قانون 43 43 خود دو مجلس داشت. اصطلاح پارلمان ملی جرگه را ما شما بار اول در قانون اساسی 1355 داوودخان میبینید که یک مجلسه بود. ما تکمیل میکنم صحبت ما. بنان قانون اساسی موجود یا قانون اساسی 1343 باید داشته باشه. قانون اساسی 1343 ده سال عمر نتانست. پختگی یک قانون ایست که جامعه را زیر بگیره و خود مبدل بسازه به فرهنگ جامعه. قانون موجود که گفته میشه قانون بسیار خوب هست درست ببینیم که چه نوع میتونه ثابت بسازه که حال خودش نگاه کنه. باور من ای است که قانون دارای خلاهای بسیار جدی است. باور من ای است که قانون مشکلات خود داره. باور من ای است که قانون در بعض موارد از صد و سوی جامعه افغانستان بلند هست. درست مثال را پیشتر گفتم در تانه هفت انتخابات بله. دهی ظرفیت، دهی حالت، دهی وضعیت اقتصادی، دهی حالت که ما احصای نفوس خود نداریم. چطور میدونه شما در انتخابات خب یکی از نقیصه ها شما میگین که سیستم انتخاباتی است که در این قانون تنها سیستم انتخاباتی نیم آورد دیگر است که اگر فرصت بود سرش بحث درست. میکن. آقای ناصری اگر بر بشمارن بخش دیگری از این نواقص یا نقیصه هایی که قانون اساسی فعلی داره بعد ویژگی هایش البته باشه خوبی ها هم داره نقیصه هایش شما اضافه کنین آقای ناصری. یکی از نقیصه هایی که در قانون اساسی فعلی و قابل ملاحظه هست عبارت است از یک مکانیزم بافدهنده که مراحل فرزن 12 تا فصل داره قانون اساسی و هر کدام از اینا دارای موادات متعدد هستند. اینها ترتیب و چینش خوب نداشته گرچه زیاد تلاش شده انصافا. اگر ما بیاییم در بحث مقایسه و خب اساسا صحبت مقایسه است که اساسا ما نمیتونیم یک امر را یک مسئله را و یک موضوعی به اصطلاح اجتماعی را نه به طور مطلق میتونیم بگیم که 100% کامله و نمیتونیم به طور مطلق بگیم که ناقصه، بلکه صحبت ما و شما امشب هم بله. در رابطه با این موضوعی که به بحث گرفته میشه بله یک امری به اصطلاح نسبی هستند. درست. به عنوان مثال بله ایره پیش بینی کرده بودن الله هر کسی که در زمان تصویب قانون اساسی نقش داشتن و به عنوان عنصر و کاراکترهای به اصطلاح قلم به دست بودن با مطالعه از تاریخ گذشته افغانستان شرایط موجود و نسبت با آینده تاریخ خوب دقت بکنید که به اصطلاح قوانینی که ساخته میشه سه تا بود باید در نظر گرفته شود. یک گذشته که با توجه به گذشته نقطه های مثبت هم اتخاذ میشه، نقطه های منفی رو باید تبدیل به نقطه های مثبت بکنه. این یک. دو، هدف از تشکیلی و تصویب قانون نسبت به آینده است. به عبارت دیگر اما غایت های نهایی و اهداف مختلفی که در قانون گنجانده میشه با به عبارت دیگر چشم داشت و آینده نگری که نسبت به پیشرفت جامعه و به اصطلاح روابط با کشورهای دیگر با ملت های دیگر در حوزه های متعدد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امثال ذالک درست اینا و یک بخش دیگریش میای به اصطلاح به عنوان مکانیزم داخلی برای تطبیق و پیشبرد روند در دو تا حوزه آینده اینا نقصایی هستند که قانون ما داره یا میگین در نظر گرفته نشده. در این بخش الان عرض میکنم و یکی جز یک نقیصه است که او را به عنوان یک امر مثبت گرچه اینجا آورده و عبارت از نوعیت نظام است. نوعیت نظام در هر کجا که باشه بله
قدرت مطلق فقط و فقط در کل جهان و نظام هستی به یک موجود زیبنده است که خداوند متعال است. بله. و از خدا که بگذاریم دیگر به هر بخشی از جامعه، به هر فردی وقتی شما قدرت مطلقه را میدین این سر از فساد در میاره و خودی عظیم، یعنی قدرت بسیار قوی به یک کسی سپردن سر از استبداد در میاره. چرا ماده 100 خودی از او خودی هفتم اما مرکزیت نظام شما میکنم. درست، یکی از نقیصه ها. گرچه او زمانی که این قانون تصویب کردن استدلال اون قانون گذاران محترم که به اصطلاح تصویب میکردن این بوده که به اصطلاح چون وضعیت کشور براشفته است، یک هرج و مرج بود، جنگ سالاری بود، گفتن جزیره های قدرت وجود داره، به اصطلاح حکومت مرکزی تمرکز قدرت میتونیم که به اصطلاح جمع جور بکنیم تمام نیروها را تا افغانستان از این مرحله نجات بدیم، در صورتی که خودی از این تبدیل شده تبدیل بود به یک آفت و هر روزم که در امو زمان پاسخگو نبود آقای ناصری؟ بله. در امو زمان پاسخگو نبود؟ نه نبودم، نتانستم نبودم. یعنی یک نسخه خوب نبود در افغانستان 20 سال پیش که از جنگ بیرون شده بود و در هر گوشه یک حکومت وجود داشت. نقیصه کار چی بود؟ نقیصه کار این بود که خدمت بکنیم که او وقت موضوع سوی استفاده قدرت یعنی سر از فساد در میاره، اون وقت مصالح ملی و کلان عمومی اجتماعی در نظر گرفته نمیشه، با استفاده از اون قدرت مطلقه که در دسترس به اصطلاح کسی که در دست حرم قدرت هست باز میتونه سوی استفاده سیاسی و امثال ذلک را انجام بده و یکی از نقص های بسیار مشکلی بود که تانوزم در قانون اساسی وجود داره. حالا نسبت به آینده ها مثلا بله خبره های تعدیل قانون اساسی پیش بینی کرده میشه که نقیصه ها در جریان راه اسلام میشد که در اون زمان شاید خوب بوده بعد میشد اسلام پسانتر میایم دوباره میپرسیم حالا میان برنامه کوتاه. با ادامه محور باز هم خوش آمدید آقای حافظ. خب یکی از کاستی ها و نقیصه های این قانون فصل هشتم گفته شد که فصل اداره است و ماده های 136، 137 و 138 که همون مرکزیت نظام اداری افغانستان را گفته آقای ناصری، گفتن یک بخش دیگه ابهامات در قانون اساسی فعلی گفته میشه که از نقص های این قانون است. یکی از ماده های جنجالی مثلا و ابهاماتی که پیش آمده ماده 121 است که جنجال شماست با دادگاه عالی که صلاحیت تفسیر است کیست. بیشتر از این بگوین که نقص قانون اساسی فعلی در کجاست و ابهاماتی که گفته میشه در این قانون جا داره. البته با احترام به نظریه استادای بزرگوار، ما نظرم کمی متفاوت است. قانون اساسی افغانستان بهترین قانون است در حال حاضر. اقتدار ملی، حاکمیت ملی در قانون پیش بینی شده که ملت او را اعمال میکنند. یک اصل به نام اصل تقسیم مسئولیت ها موجود است که پارلمان وظایف خود داره، مشخص موارد خود داره، قوه اجرایه مشخص موارد خود داره و همچنان قوه قضایه مشخص موارد خود داره و در فصل هشتم ماده 36 هم اداره را تقسیم کرده به اداره مرکزی و اداره محلی که اداره مرکزی صلاحیت های خاص خود داره در قانون و اداره محلی هم صلاحیت خاص خود داره در قانون. درست. پس ما در اینجا تقسیم اقتدار واحد های محلی و واحد های بودجهی مستقل نیستن، مرکزیت داریم ما. درست است. در اینجا اصل مرکزیت آمده، هدف از اعمال قدرت است. پس اعمال قدرت در اینجا متمرکز نیست در حقیقت، تفویض شده شما میگین به پایین. یقینا مسئولیت ها و صلاحیت های پارلمان مشخص است، مسئولیت ها و صلاحیت های قوه قضاییه مشخص است، مسئولیت ها و صلاحیت های قوه اجراییه مشخص است و همچنین واحد های مرکزی و واحد های دومی سومی هر کدام صلاحیت هایشان مشخص است که یا باید مسئولیت ها و خود عمل بکنن و صلاحیت های خود اعمال بکنن. اما تصمیم نهایی در مرکز گرفته میشه و شده میشه. درست مشاره از آفیس؟ یک موضوع موضوعی است که قانون چی میگه، یک موضوع موضوعی است که ما چی میکنیم. درست. بینن قانون یعنی اساسی افغانستان اصل مشارکت ملی نقیصه جدی نیست. نیست. اصل مشارکت ملی در قانون موجود است. بسیار. اصل تقسیمی قدرت موجود است اینجا و قانون ما بتونیم به شکل بهترش
اگر تطبیق بکنیم مشکلی نیست. یک موضوع. موضوع دومی دیگه ای که اگر ما ای را مقایسه با شرایط کنونی همزمان بکنیم، اگر این قانون فرض کنیم که ملغا بسازیم، بدیلی را آورده میتونیم در شرایط حاضر؟ وقت اهمیت قانون به ما معلوم میشود که ما در آوردن بدیلش یا عاجز باشیم یا قادر باشیم که بدیلی بهتر بیانیم. بر علاوه این تبصره درست، ولی خلاها و نواقص خب حرف از لغو و ملغا نبوده. خود قانون اساسی گفته که تعدیلات تعدیل پذیر است، تعدیلات میشه که بیایه و اصلاح شود. یقینا خلاها و نواقص ابهاماتی وجود دارد، در صورتی که شرایط تقاضا بکنه و شرایطش موجود شود. همین ماده 121 یکی از ابهامات نیست در یقینا قانون. یعنی در تعدیل قانون اساسی میشود که مثلا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ای بیاد محکمه قانونی اساسی شود، مانند سایر کشورهای دنیا و همچنان صلاحیت های محکمه قانونی اساسی با صلاحیت های استرا محکمه یا در اینجا تفکیک شود که کدام یک کدام صلاحیت ها را داشته باشند. خلاها نواقض ابهاماتی در قانون وجود دارد، چون که جز اما قرآن کریم هم میگه الف لام میم دالک الکتاب لا ریب فی، شک و شبهات جز در قرآن موجود نیست، در تمام کتاب ها موجود است. قوانین دست اما ساخت و انسان ساخت مشکلاتش داره. آقای حافظ درست است، یک ماده که در دو سه روز گذشته جنجالی شده، ماده 90 قانون اساسی است که صلاحیت های شورای ملی است. آقای ناصری هم حضور دارن، رئیس جمهور گفت که به اساس قانون اساسی مجلس و شورای ملی تنها صلاحیت رد و یا تایید یا تصویب بودجه را داره و بس. ماده 90 گفته که تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی و تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و تکنولوژیکی در عین زمان صلاحیت های اختصاصیش. در ماده 91 گفته که اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی بودجه دولتی. کمیسیون دمی مسئله چی میگه؟ کدام طرف برحق است؟ آیا مجلس داره به بیراه میره و سر و صدای نادرست بلند کرده، یا رئیس جمهور از قانون به گفته قانونگذاران داره به سود خودش کار میگیره؟ در این رابطه تا به حال احاله نه از طرف شورای ملی و نه از طرف قوه اجرایه کدام احاله به کمیسیون خواندم ماده های قانون به شما با کمیسیون نامده که بله. کمیسیون در این رابطه تصمیمی رسمی خود بگیره. این آنچه که ما میگیم نظریه خود است که ولسی جرگه صلاحیت داره که شورای ملی صلاحیت داره که بودجه را من حیث کل رد یا تصویب بکنه. شما حرف رئیس جمهور را دارین تایید میکنین. آقای استانگزای اول نقیصه هایی که شما نزد خود دارین بر بشمارین، بعد در همین مسئله هم میشه که شما نظر داشته باشید. بر صورت ما میایم سر اول ما باید اصطلاحات حقوقی را به دقت به کار بریم. بله. قانون اساسی تفویض وظایف نکرده. مسکاف سر میگه. قانون اساسی تقسیم صلاحیت ها کرده. تقسیم کرده. بله. تفویض از طرف حکومت میشه. مطلقاً سایه قوه اجرایه را میگه. اجرایه است. بله. میایم سر تقسیم اداره. قانون اساسی یک از نواقص شبیست. در جای قانون تقسیم میکنه اداره را به اداره مرکزی و اداره محلی. بله. اما در فصل اداره دقت کنین. موجود چی میگه که برای تنظیم امور شهرها شهرواری ها تاسیس میشه. بله. اداره سوم است. نحوی از او را انتخابی میگیره. شورای ولسوالی، شورای ولایتی را جز بله. اداره میبینه. بله. ولی در اداره مرکزی و در اداره محلی. در حالی که در اداره محلی میگه در رأس شورای و در اداره مرکزی هم میگه در رأس وزارت است. وزیر است. بله. درست. عملا شما تعدد ادارات در قانون اساسی میبینید مطابق فصل اداره یک. درست. دو. قانون اساسی افغانستان فرق بین حکومت و قوه اجرایه را قائل میشه. حکومت مجموعی وزیران میبینه که در رأس رئیس جمهور قرار داره و شورای ملی را بخصوص ولسی جرگه را صلاحیت استیضای حکومت میده و نظارت از اعمال حکومت میده. بنان باز ولسی جرگه به طور اتوماتیک صلاحیت نظارت از اعمال سایر مراجع اداری را از دست میده. از دست میده. چون اینجا قید داده که حکومت مجموعی وزیران است که در رأس رئیس جمهور قرار داره. ببینید خلاهای دیگه ایست.
صلاحیت های معاونین رئیس جمهور معلوم نیست. شما ببینید ماده 64 صلاحیت های مطلق رئیس جمهور است. محکمه رئیس جمهور است. بس امتیازات بر تنها بر رئیس جمهور است. درست. اگر رئیس جمهور دلش خواست برای معاونین خود صلاحیت میده، یعنی دوری بیشتر ما شما عملا دیدیم که رئیس جمهور مارشال دوستم در خانه شان نی صلاحیت دار نی دیگه و هم به عنوان معاون رئیس جمهور امتیازات مادی خود این تا آخر کار. ببین در کلمات در اصطلاحات مشکل داره قانون اساسی. مقدمه قانون اساسی با داخل متنش مشکلات خود داره. مثلا در مقدمه قانون اساسی احترام به حقوق بشر، بله، در حالی که در متن باز میگه در متن که رعایت فرق داره این دو تا طبیعتا و بحث تفسیر الزامی نیست. ببینید تفسیر در بخش تفسیر شما بیاین که مشکل اساسی که امیل لحظه وجود داره، بله، او ایست که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اساس یک قانون خودش قانون عادی است، خودش صاحب تفسیر قانون میدانه. در حالی که نامش کلان نوشته است نظارت، در حالی که ستر محکمه باز ادعا داره که صلاحیت تفسیر مدارم مدارم و او ابهام از در کلمه تفسیر که در اونجا آمده. بله درست. این متوجه استن ایدیگه نواقص در پالوی از او نواقص شکلی داره که اصطلاحات کلمات بسیار دقیق به کار نرفته که حوصله برنامه شما فکر کنم روی ماده 90 و 91 هم بیاییم یک چیزی ماهیوی دیگه هم همین سب سرف ارزش های ملی گاهی وقت در تناقض به ارزش های بین المللی ما آمده. بله مثلا مبارزه با مواد مخدر در ردیف توریسم آمده. این مورد چیز که در زمانی که قانون وضع می شده خارجی ها در حد نفوذ کرده که قانون اساسی افغانستان میره بگنجانن. درست. از این رقم گپات زیاد در قانون اسمی هم نمورد اسم مشخص سوال شما اینمی هم صلاحیت از اینا هست که باید اینا جواب بتن. ببینین دو ماده 91 تصمیم گیری آمده. بله بله. اینا تصمیم گیری دو مفهوم آورده میتونم. یک اگر بزنید در ماده 90 دوجه باز باید در کل بودجه را یا چون تصویب گفته تنها بله رد کنه یا تصویب کنه. اگر تصمیم گیری را به معنای اختصاصی و خاص بگیرین باز معنایش ایست که هر نوع تعدیل آورده میتونه ولیسی جرگه. متوجه اصلا که در بودجه مشران جرگه صلاحیت نداره، اگر صلاحیت هم داره صلاحیت مشورتی نداره. از صلاحیت های اختصاصی ولیسی جرگه است. به این اساس باز ما فکر میکنم که باید ولیسی جرگه صلاحیت داشته باشه که در مورد بودجه تصمیم خود بگیره اما تصحیح بکنه. اما برقم گفته میشه که از بالا از ریاست جمهوری گفته میشه حال چقدر کسی نیست که پروژه ها رو یاد شامل میکنه این باز کار واقعا ولیسی جرگه نیست جداست. در هیچ پروژه را بحث جداست. درست سپاسگزار آقای ناصری. همین مسئله ماده 90 و 91 را نظر شما را بگیریم که چی است، چون یک جنجال کلان پیش آمده. امروز رئیس جمهور در ننگرهار هم تاخت بر مجلس و قانونگذاران. بعد بریم سراغ ویژگی های قانون فعلی افغانستان. دو سه چهار تا بگویم چون وقت فرصت فکر میکنم کم مانده که برنامه خلاص نشه. تشکر. ما میخواییم که مفهوم اصطلاحات باید کاملا رعایت شود. بله. یک لفظ تعدیل، یک تایید، یک رد، یک تصمیم است. درست. میاییم سر تصمیم. تصمیم چیه؟ من تصمیم دارم که این کار را بکنم. تو اگر صلاحیت نداشته باشی تصمیم گرفته میتونی؟ تصمیم امو اراده نهایی و فاینل است که قبل از او قطعا باید جرح و تعدیل صلاحیت داشته باشی. این یک موضوع. موضوع دوم ماده 90 و 91. بله. ما دقت بکنیم معنای تفسیر به اصطلاح چی است؟ یکی مطلق داریم، یکی مقید داریم، یکی عام داریم، یکی خاص داریم. از لحاظ احتوای مفهومی و دانش حقوق ما به عنوان شاگرد بسیار ریزه اساتید که اینجا شرف حضور داره در مکتب حقوق عرض میکنم،
آخرین بندی که بالاخره به عنوان قید میآید اونمو مفسر تمام اون کلیات که قبلا بیان شده یا تحت عناوین عام یا درست. عمومی یا کلی متوجه درست. شدی؟ درست. پس بنابراین حالا میگه مگه ماده 91 ولسی جرگه دارای صلاحیت های اختصاصی ذیل می بله. باشد بله. فقره اول شعلا می کنیم بعد می آید اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی و بودجه بودجه دولتی درست بلین. بله این تصمیم است اگر تو حق مداخله کم و زیاد کردن ازدیاد تنقیصی از او را نداشته باشی در این قسمت دیگه معنای تصمیم معنا نداره کمیسیون باید این لفظ کمیسیون نشسته اینجا داره میگه که چون این نیست آقای ناصری کمیسیون اینجا نشسته داره میگه که چون این نیست ببین بله من احترام دارم به کمیسیون بله ولی من جزی به اصطلاح یکی از اعضای قوه قانون گذاری هستم درست امی یکی از مشکلات قانون فعلی نیست آقای ناصری وقتی که چنین ابهامات به میان میآید یا ماده 121 بین کمیسیون و دادگاه عالی مشکل پیدا کرده درست است شما ببینید میایم درمو اجازه بدین درمو چی بیاییم در ماده 121 بله اینا ما به اصطلاح اینجا خوب دقت شوه ما ور معنا میکنم مشکل در کجاست بفرمایید مشکل در اینجاست شما ببین ماده 121 21 خب میگه بررسی مطابقت قوانین فرامین تقنینی معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین المللی با قانون اساسی با قانون تا اینجا اساسی. تمام شد درست پس این بررسی مطابقت با قانون اساسی مطابقت آنون با قانون اساسی یک موضوع موضوع بعدی چیه و تفسیر آنها بله بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم و تفسیر آنها تفسیر آنها این ضمیر آنها یعنی میگیش قانون اساسی شامل اساسی نیست بر نمیگرده اما میثاق ها و همو موارد اونجا نام برده شده از این جهت است که در این زمینه کمیسیون هم با شما موافق است نه خوی بالاخره جزء صلاحیت های کمیسیون ما چیزی که از قانون میفهمم اما در ماده ای که کمیسیون ایجاد شده آقای ناصری چون این چیزی گفته نشده فکر نمی‌کنین خوب بود که در همون بخش اضافه میشد در ماده‌ای که کمیسیون به اساس اون ماده در قانون اساسی تشکیل شده ما عرض می‌کنیم که به اصطلاح چی نمی‌خوایم خدای نخواسته به کسی توهین بکنیم ولی یک بحث حقوقی یک بحث علمی است ما آمدیم بر مبنای مبتدا و خبر بسیار. و دو تا ذلی که با هم دیگر پیوند می‌خوره و پیوندشان هم پیوند ناگسستنی از باب حذف و محذوف و اینها هستند در ادبیات عربی وقتی به این اساس بیاییم معلوم میشه که به اصطلاح تفسیر آنها ضمیر آنها به طور قطعی و مسلم به قانون اساسی بر نمیگرده پس چی میشه پس بنابراین صلاحیت تفسیر قانون اساسی مربوط به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک دلیل دوم اگر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت تفسیر را نداشته باشه اساسا ماهیتا سالبه به انتفاع موضوع است هیچ ارزش و جایگاه حقوقی نداره هیچ دلیل وجود نداره که در قانون اساسی رو ببینیم کار نظارتش هم زیر سوال میره کار نظارتش هم زیر سوال میره سپاسگزار یعنی کار کردش آقای استانگزی بعد میاییم سراغ آقای حافظ در پایان بحثی که این روزها جدی شده بحث صلح است و معاون رئیس جمهور نگرانی کرد که نباید قانون اساسی فعلی قربانی صلح شود به خاطر که باور داره به فروپاشی نظام می انجامه یک گسست و انقطاع اینا بحث اسلامی بودن قانون اساسی فعلی افغانستان یک مسئله جدی است طالبان قبول ندارن این قانون اساسی را روشن نساختن که کلا قبول ندارن یا بخشای از این قانون به هر صورت کجای این قانون مشکل اسلامی و شرعی داره فصل اول ما شما هم خواندین کل ما شما خواندیم سه تا ماده داره تمامی این ماده ها مرتبط شده به مسائل اسلامی و دینی و شرعی و اینا مشکل دو بحث است بله. اگر بحث تعدیل قانون اساسی افغانستان بیه دو چیز در اوج غیر قابل تعدیل گفته شده که یکی نظام, بله. نظام موجود و دیگه هم دین مقدس اسلام عمده ترینش در فصل تعدیل در فصل تعدیل درست بنان این خود به خود کلانترین گپی که اثبات میکنه که قانون اساسی افغانستان اسلامی هست
دیگه حلش میکنه، جدا از مواد دیگه که دهنی قانون اساسی اگر من اشتباه نکنم بین 30 تا 34 مورد مطلقا از اسلام گرفته شده، اسلامی است. مواد را که شما نمالی چی گفتیم، یا بحث قضا، یا منابع، منابع یا مصادر حکم در محاکم افغانستان، یا بحث احوال شخصی نظام سیاسی، رئیس جمهور شدن، رئیس جمهور شدن، نصاب معارف ما و شما ای آمدن. یک بحث تعدیل است، اگر بحث تعدیل در مذاکرات مورد بحث قرار بگیره، باور من است که این کار بسیار آسان میکنه برای صلح افغانستان. خدا کنه که طالبا بگه که قسمت از این قانون اساسی را قبول ندارن، که او باز میره به تعدیل و این تعدیل مثلا نظام ریاستی نیه، مثلا نک شکل دیگه. درست. اما اگر بحث الغای قانون اساسی مطرح شود، این مشکل زا خواهد بود. مشکل زا به این معنی خواهد بود که بحث مذاکرات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان طویل خواهد ساخت. این بحث ارزش های 20 سال را که ما میگیم، به خصوص 17 سال که بعد از انفاذ قانون اساسی فصل دو میشه تقریبا، یا زیر سوال خواهد رفت. این چیزایی است که احتمالات هست، اما آن چیزی که باید با در نظر داشته نواقصی که مثلا در بحث تفسیر جناب وکیل صاحب میگه، یا حافظ صاحب میگه، یا من میگم، یا کس دیگه میگه، اختلاف نظر در مورد از وجود دارد، اینو حل شوند، اصطلاح نظارت از در بحث ماده نظارت با صلاحیت تفسیر بر از یا نامده باز آمده در قانون عادی و مورد بحث قرار گرفته و امثال از این. چطور میتونه که ماده در قانون عادی بیای بازو تفسیر کنه قانون اساسی را؟ این ماده قانون عادی مرجع تثبیت کنه بر قانون اساسی. از این رقم مشکلات خود داره قانون. بیشتر ما عرض کردیم، باز چیزا گفتیم که از سویه ما بلند است، بازی ها مثلا در بحث اداره شما بحث های داشتیم، ایجاب میکنه که تعدیل شود. و این دولت افغانستان هم میگه، مردم افغانستان هم میخواه که تعدیلات اما بحث قانون شما میگین بسیار زیاد بارست. اما بحث قانون بسیار طولانی خواهد بود، بسیار مشکل زا خواهد بود. درست. حتی متحدین بین المللی افغانستان بحثش هم بحث کمک های بین المللی که به افغانستان میشه تمام از این میتونه زیر تاثیر بره. سپاسگزارم. آقای حافظ، شما در این مسئله به مواردی که انتقاد وجود داره در بحث اسلامی بودن و یا شرعی بودن و نبودن قانون اساسی افغانستان و همچنان در مسائل حقوق اساسی و وجایب اتباع که فصل دو میشه، به احتمال زیاد دستاوردها بخش کلانش مربوط میشه به همین فصل، چی است دیدگاه شما؟ این موضوع را ماده سوم حل و فصل کردم. ماده سوم میگه که هیچ حکم مخالف شریعت اسلام بوده نمیتواند، بناهن قانون اساسی بسیار یک اساس بزرگی را در اینجا جایگزین کرده که هیچ حکم مخالف شریعت اسلام بوده نمیتواند. این چیزی است که روی کاغذ است. خب اگر از پارلمان ما و شما قوانین رد شده باشه که مخالف ماده سه باشه، مخالف شریعت اسلام باشه، هر حکمی که مخالفت شریعت اسلام باشه متکی به ماده سه قانون اساسی رد است. این واضح بسیار روشن است. یک موضوع. بله. موضوع دومی دیگه که قانون اساسی سر زیاد تاکید کرده اصل اسلامیت است. اسلامیت در قانون اساسی یک اصل است. درست. و این اصل قابل تعدیل هم در باب تعدیل قابل تعدیل هم نیست. بناهن از لحاظ اسلامی قانون اساسی مشکلش حل است. هیچ مورد مخالف شریعت اسلام در قانون در اساسی دیده نمیشه. خودش فیصله کرده. یقینا. و که چند مجرا داره. درست است. دو تا ماده یعنی است. 49 و 50. اصل جمهوریت، اصل اسلامیت، اصل واحد بودن افغانستان، اصل اعمال حاکمیت ملی که از آن مردم باشد قابل تعدیل نیست. و حقوق اساسی و وجایب اتباع وقتی قابل تعدیل است که به بهبود شهروندان کمک بکند، نه اینکه بدتر از وضعیت شود. باید مخالف ماده 3 باشه. نه، حقوق اساسی و وجایب اتباع وقتی قابل تعدیل است که حقوق که وقتی مثلا مخالفان میگن که غربی است بیشتر، یعنی مخالف شریعت است دیگه. پس یعنی مخالف ماده 3 قانون حقوق اساسی و وجایب اتباع را ما در فصل دوم مطالعه میکنیم که کجایش غربی است. یعنی میگیم اگر چنین چیزی باشه بعد میتونه آزادی بیان غربی است.
یا به طور مثال رسانه ها نصاب تعلیمی هیچ جای قانون اساسی غربی نیست، بلکه از قانون اساسی باید دفاع صورت بگیره، از کلیت نظام دفاع صورت بگیره، در پرتو قانون اساسی مذاکرات به پیش برود. آقای ناصری فرصت همکارا بگن، چند دقیقه داریم، فکر میکنم دو سه دقیقه بیشتر نداریم. دولت افغانستان شما نماینده مردم هستین، تا کجا میتونه یا حاضر باید شوه یا میتونه شوه که انعطاف نشان بده در بحث قانون اساسی در مذاکرات صلح برای راضی ساختن طالبا و پیروزی روند؟ خب دو تا بحث است. یک، این مذاکره بر مبنای تشریک مشارکت در قدرت، اگر بر این مبنا، ببین بحث مبانی است، به این مبنا اگر پیش بره یک صورت داره، و خدمت را کنیم که اگر بر مبنای تشکیل نظام از اساس از صدر تا زیل پیش بره، باز بحث دیگری که بسیار یک دیگرگونه وضعی همونطوری که استاد اشاره کردن اون مستلزم عزیز. خب شرایط به گونه ایست که هنوزم که هنوز است، متاسفانه حکومت افغانستان چون در سطح ملی نتانسته جدا وجایب و حقوق اساسی شهروندان افغانستان اجرایی بسازه و در منصه عمل عملی بکنه، بلکه بر مبنای همو ماده‌ای که به اصطلاح از او استشمام استبداد، رویه های به اصطلاح ساختار حکومت بر مبنای مصلحت جای حاکمیت را گرفته و چیزی که در قانون اساسی آمده خود درست حاکمیت ملی یا مثلا واحد های اداری به فرزن مرکزی و محلی داریم، بازم بلکه تمام مثلا در ولایت بله خوالی یک چیز معلق دستور را باید از مرکز بگیره، حتی حق پیشنهادی بودجه خود نداره خب وقتی این رقم ما بیاییم بالاخره این به اصطلاح یک چبن در خیشی کار است که یک بحث بسیار مفصل و پیچیده در پیش روی حکومت افغانستان قرار داره. و امروز با کمال تاسف یا به اصطلاح خوب شرایط شاید امیر ایجاب بکنه، بعضی سیاستمدارای افغانستان تشکیل حکومت موقت را بالاخره مطرح کردن که قطعا این در روزهای آینده حلقات دیگری به اصطلاح به این دیدگاه میپیونده. اینی صداها را وقتی که حکومت نتانسته به دلیل بیکفایتی سیاسی خود جمع بکنه و افغانستان فعلا هر روزم بحرانش عمیق‌تر شده میره، مسائل قانون را به خطر میاندازه بدون تردید. تا کجا باید پیش بریم در یا معامله کنیم یا یک چیزی بتیم یک چیزی بگیریم در مسائل قانون؟ یادآوری کردیم که مبنای بحث چه رقم پیش میره. ما یک نکته اضافه میکنیم که دوستای ما دقت بکنه و همینطور حکومت افغانستان که به اصطلاح صحبت و مذاکره با طالبان بر مبنای بیست اصولی که با جناب آقای حکمت دار کرد از زمین تا آسمان تفاوت داره که بر اون مبنا نمیتونه پیش بره. بالاخره آیا میتونه اینا قناعتی از اینا را به عنوان مشارکت و شریک در قدرت سیاسی که مسلم جایگاه قانونی اساسی سر جای خود باقی میمونه، حالا تعدیلاتی اگر پیشنهاد شد به عنوان یک امورات جزئی در موارد مختلف او مشکل نیست، اما اگر بنا شود سر اصل ماهیت و ساختار کل نظام، نظام هون قانون اساسی است که به اصطلاح اونجا بیان میکنه، اون زمان بحث تعدیلات باید در میان باشه یا لغو؟ اون مسلمه که باز مسئله لغو به میان میآید. لغو به میان میآید و لغو فکر میکنین تحملش داره؟ بسیار سنگین است. بله من به صورت قضیه را گفتم استاد بفرمایید. من فقط یک کلمه اضافه میکنم که به مجردی که بحث حکومت موقت مطرح شود، مانای حکومت موقت لغو قانون اساسی است. درست، هیچ جای شک ده او باید وجود نداشته باشه. لغو قانون اساسی مسلما، چرا؟ دولت هر سه قویش در قانون اساسی افغانستان تعریف شده. سپاسگزار از حضور هر سه مهمان در برنامه امشب و از شماهایی که این ویژه برنامه را تا پایان دنبال کردید. وقتتان بخیر بود.